اولا من باید بگم که تمام سرداران عزیزی که الان کلمه رسمی سردار بر نام اونها زیبنده شده، این از لقب امام به دکتر به ارث دارند. قبل از اون سردار نمی گفته. اولین سردار رسمی دکتر چمران بودش توی این انقلاب. بعد هم دکتر همه کاراشو برای عشقش میکرد، برای خودش نمیکرد، برای عشقش میکرد. اگر گل و آدم رو دوست داشت به خاطر عشقش بود، اگر میجنگید به خاطر عشقش بود، اگر ناراحت میشد به خاطر عشقش بود، نیایش میکرد به خاطر عشقش بود. من یک جرایان کوچیک ببینم که چجور من با مصطفی ازدواج کردم. واقعا من وقتی فکرش میکردم، خب خودم نبودم که ممکنه یک دختری که به همه امور اعتباری برخورد بود، یک دفعه همه امور اعتباری میزنی کنار. ببینی خیلی سختی، خودم تعجب میکردم و میری دنبال یک مردی. خب شناخت کامل هم نبود، فقط یک جذبه بروحیاتی که بی آگاهی جذبم میکرد. یک دوست داشتم که از کوچیک به هم از نظر روحی خیلی نزدیکیم، که 15-16 سال ما بود میرفتیم قبرستان مینشستیم، که معمولی دخترها این سن مخصوصا جامعه ما باید برم دنبال یک چیزهای دیگه. ولی من آرامش روحم و اون خانم خیلی به من سنخیت دارن که هنوز دوستم، که به قشنگترین جاهایی که منشستیم به هم تو قبرستون بود و لذت می بردیم. اون وقت نه ایشون نه من کسی داشتیم تو قبرستان. به هر حال اینقدر این دختر به من نزدیک بود. بعد از ازدواج کردم با مصطفی، اون همه جرایان ازدواجم با مصطفی می دونست و خیلی کمکم می کرد. مثل اینکه 2 ماه گذشت از ازدواجم به مصطفی، این خانم به من گفت من یک سوال از شما دارم، هنوز برای من روشن نیست. گفتم چی؟ گفت شما خیلی در ازدواج ایراد میگرفتید، این قد بلند، این کوتاه، خیلی ایرادگیر بودم و مثل اینکه میخواستید یک انسان کامل، ایشون از نظر ظاهر میگفت. من تعجبم چجور به دکتر قبول کردید در وقتی که ایشون مو نداشت تو سرش. من نگاه کردم تعجب، گفتم چی میگی؟ گفت چجور با دکتر؟ خب اون که کچلی. اینقدر من ناراحت شدم و بهشون بحث میکردم که مصطفی کچل نیست، تو اشتباه میکنید. و این همینطور میگفت، یعنی فکر کرد من دیوانه، ولی واقعا اون لحظه من جدی میگفتم. تو از کجا میدونی آخی؟ چرا این حرف میزنی مصطفی کچل نیست؟ اون هم 2 ماه بعد از ازدواجم. یادم رفت که وقتی رفتم خونه، همین در باز کردم، نگاه کردم، شروع کردم به خندن. مصطفی میگفت چرا میخندید؟ میگفتم مصطفی تو کچلی، من نمیدونستم. و خیلی مصطفی میخندید رو این مسئله، حتی برای آقای صد تعریف کردی. آقای صد میگفت شما چه کار کردید بهشون که شما را ندید؟ ظاهر امری، یعنی واقعا اون جرایانی ممکن خانده دار، ولی واقعا اتفاق افتاده. اون لحظه من نمیفهمیدم. یک جاذبه برای خدایی بود، واقعا دنبال مصطفی بودم. داریم صحبت میکنیم، بحث میکردیم در مورد وضعیت اجتماعی، در وضعیت مسائل فرهنگی که در جنوب هست. میدیدیم مثلا یکی بلند میشد میگفت خواهرا دکتر داره میاد، باور کنید. گفتم دکتر نیست، اون دکتر بیروته، جلسه دارن دکتر. من احساس میکنم شما یک لحظه تمرکز کنید ببینید، باور میکنید یک لحظه که بچه ها این سکوت رو و این تمرکز روحی که برای خودشون ایجاد میکردن میفهمیدن دکتر اصلا داره میرسه به اونجایی که ما نشستیم. چند دقیقه طول نمیکشید دکتر میرسید، میگفت سلام، خسته نباشید، بحثتون ادامه بدید، اگر سوالی دارید صدام کنید، من بیام پیشتون. نمیگفت بیاین از من سوال کنید، صدا کنید، من بیام سوال میکنم.
البته اون وقتا من به صورت چه میگم، یعنی حجاب درستی نداشتم. خب برای بچه های مؤسسه که مصطفی برایشون الگو، اینجا مدرسه اسلامی، خیلی حمله سخت بود بر مصطفی که شما چجور به یک دختری که حجاب درست حجابی نداشت ندارید میاری مؤسسه و به شما، یعنی حتی بعضی از بچه ها یک کمی به من خوب نبودن. ولی برای من چیزی که عجیبه که مصطفی خیلی سعی میکرد، خب من متوجه میشدن این جریان، ولی برای من خیلی جالب بود که مصطفی اون وقت سعی میکرد به بچه ها، یعنی بنده نزدیک میکنه به بچه ها، مثلا میگفت نه ایشون خوبن، ایشون اینطور نیست که شما فکر میکنیش، ایشون شما را دوست داری، داری میاد به شما ها، میخواست از شما یاد بگیرید و ما انشالله ایشون یادش میدیم. یعنی مثل یک بچه کوچیک به من قدم قدم به من رفته جلو، نگفت که نه این مثلا مثل ما نیست، حجابش خوب درست نیست، مثلا فامیلش خیلی، اونا هم برای من خیلی بانی، خیلی تونست مصطفی از این راه به من تأثیر بگذارید. میدیدم مثلا یه روز میرفتیم صبح، میدیدم دکتر خودی همین بچه هایی که از 14 سال به بالا، میگو بچه ها با هم بریم بیل بزنیم اون تک زمین توش سبزی بکاریم، برای اینکه یه تنوع دو غذاشون باشه، مثلا سبزمینی فقط نباشه، کنارش فرض بکنید سبزی هم باشه، این خیلی یعنی. بعد میگو بچه ها بریم، میرفت با اتفاق بچه ها می نشست کنار بچه ها، لباس کارگری می پوشیدن، به بچه ها می گفت شما هم بپوشین، کنار هم می پوشیدن، همه با هم بیل می زدن، همه با هم سبزی می کاشتن. کم کم دیگه ما هم سازمان نظامی خودمون دکتر تأسیس کرده بود، می گفت بچه ها نهال زیتون هم باید بکاریم، که چرا؟ چون هر نهال گرونی دیگه، نهال زیتون اینجا گرونه بفروشیم. می گفتم من یا خانمش، بچه های دیگه هم خواهر دیگه، می گفتن آقای دکتر مگه زمین خریدی برای ما که ما بریم در اون زمین باغ زیتون هم بکاریم؟ میگفت نه میفروشیم، چند تا نارنجک هم میتونیم بخریم با پولش، یه دونه کلیشنکوف هم میتونیم بخریم. من یادم هست اولین هدیه مصطفی برای من آورده بود، هنوز هم ازدواج نکردیم، ولی خب من با بچه ها کمک میکردم، یعنی میرفتم مؤسسه با بچه های یتیم کار میکردم، با ایشون میرفتم تو جبه هایی که اشنا بشم، بعد میبرد من تو دهات با مردم اشنایی میکرد. یک دفعه میرفتیم تو ماشین بود، میخواستیم بریم یک از دهاتی، بعد دیدم مصطفی برای من هدیه آورده تو ماشین، من خیلی خوشحال شدم و هدیه باز کردم، روسری بود. یعنی به این جوری که من همینطور موندم که، ولی لبخند کرد و خیلی زیبا گفت که بچه ها دوست دارم ببینم شما را به روسریه. من روسری، البته من یادم هست روسری خیلی رنگ قرمز و گلهای بزرگ بود و دیگه گذاشتم رو سرم و از اون وقت مونده، یعنی این قبل از ازدواجم به ایشون بود. مقاده از یه خانواده فوق‌العاده ثروتمند توی لبنان بود، خانواده‌ای که خب در اون شرایط ماشینای آخرین سیستم داشتن، من می‌دیدم میامدن مرتب خانواده‌شون زر می‌زدن بهش و افراد می‌گفتن که اینا برای خرید لباساشون ماهانه یا دو ماهه یکی به پاریس میرن. قاده با خوندن یه سری کتاب‌ها و یه مقدار وارد شدن به این ابعاد انقلاب و غیره یکم گرایش پیدا کرده بود اولش، بعد شروع کرده بود چون لیسانس زبان بود، شروع کرده بود کتابای دکتر شریعتی رو به عربی، کتابای انگلیسیش رو به عربی ترجمه کردن و کار کردن رو همین، خب خیلی روش تاثیر گذاشته بود، با
باعث شده بود که یه مقدار زیادی متحول بشه. در واقع از خانوادهش هجرت کرده بود. از نظر فامیل اجازه هرگز این ازدواج نمیدن به هیچ وجه. جامعه من حتی دوستان به دیوانگی خدا میگن شما دیوانه شدید. این مرد 20 سال بزرگتر از شما ایرانی بود. ما همش تو جنگ، پول نداری، یعنی شون هیچی از مادیات دنیا نداشت. مثلا همرنگ ما نیست. از این طرف بچه هایی که با مصطفی بودن حمله می زدن، من را هم قبول ندارن. خیلی سر و سخت بود، هم برای مصطفی هم برای من. من فکر میکنم که یک ساعت زندگی کردن با یک شهید ارزشش خیلی بالاتر از سالها زندگی کردن با دیگران. و قاده درش رو شناخت، در وجودی چمران رو شناخت. مصطفی وقتی که اومد برای خستگاری من از راه سید محمد غروی بود. فامیلم اصلا قبول نمی کردن و خیلی فشار بود. حتی آقای صدر وارد مسئله بود و بالاخره بنده به پدرم گفتن که من دوست دارم مثلا با اجازه شما ازدواج کنم، ولی اگر شما ها اجازه نمی دادید دیگه من متاسفانه. البته آقای صدر به من اجازه داد که بعد از خیلی فشار آوردن که برای که ایشون حاکم شهر بود میتونی ولی بنده جاه پدرم بشی و قبول کنید که عقد بنده با مصطفی به اجازه پدر. ولی مصطفی خیلی اصرار داشت، یعنی به همه این فشارا که داشتیم ایشون سعی میکرد که بهتری که به اجازه مادر و پدر، یعنی این نقطه حاضر نیست کتاب بیاد. در وقتی که خودم خیلی قبول کردم چی میشه وقتی اینها راضی نیستم دیگه من باید برم، ولی ایشون هرگز راضی نمیشد. میگفت سعی کنید با محبت با مهربونی که اونها راضی باشه. من دوست ندارم به شما ازدواج کنم و قلب پدرتون یا قلب مادرتون ناراحت بشه. ازدواج دکتر با خانم قادا همونطور که کارای ایشون فرق داشت با تمام کسانی دیگه، حتی ازدواج ایشون هم فرق داشت. بی هیچ نقشه، بی هیچ یعنی تصمیم نبود. اومدن دیدم مادرم پدرم نشسته بودن تلویزیون تماشا میکردم. من اومدم تلویزیون خاموش کردم نشستم. بعد گفتم بابا من همش خوب بودم، الان من 25-26 سالم، هیچ وقت شما را ناراحت نکردم، اذیت نکردم. ولی برای اولین بار معذرت میخوام که من از طوع شما یا اطاعت شما میخوام بیاد بیرون. بعد گفتم بابا من بس فردا عقدم. اینا همش خوش شدن، یعنی چی؟ تا من تصمیم گرفتم که با مصطفی ازدواج کردم و پس فردا عقدم پیش امام موسی است. البته من نمیدونستم از کجا شجاعت این آوردم و اصلا با مصطفی این تصمیم گیری نداشتیم. یعنی حتی با مصطفی نمیدونی که من این کار میخوام بکنم. مادرم خیلی عصبانی شد و بلند شد با فریاد و میخواست من بزنی. برای اولین بارش که پدرم گفت هیچی نگی، ساکت
و خیلی آروم با من صحبت کرد. گفت عقدتون با کیه؟ گفتم با دکتر چمران. و من تصمیم گرفتم و سعی کردم شما را قانع کنم، ولی متاسفانه نتیجه نگرفت. و مصطفی به من گفت که دیگه تمام شد مسئله و خودش میخواست بره مسافرتی و من ایشون را میخوام. دکتر از خودش خونه ای نداشت. ما همه خونه داریم دیگه، خونه همون سندم داره. دکتر نه خونه ای داشت نه خونش سندی داشت. دکتر با 9 سال به عنوان مدیر مؤسسه صنعتی جبل عامل که تعداد بسیار زیادی از بچه های یتیم شیعه لبنان رو و فرزندان شهدا رو در خودش جا داده بود و به اینها آموزش صنعتی می دادند بر عهده داشت. خودش هم همون جایی می خوابید که بچه ها می خوابیدند، در خوابگاه بچه ها. در آخر قانعش کردند که به عنوان مدیر اونجا یک اتاق بهش بدن. یه اتاق رو گرفت که هم اتاق کارش بود، هم اتاق خوابش بود، هم آشپزخونش بود. اتاقی که اتاق کوچکی که مال مؤسسه بود. وقتی هم که ازدواج کرد، یه اتاق دیگری به این اتاق اضافه شد. یعنی این اتاق شد 2 اتاق و هیچ تغییری در زندگی دکتر نداد. بابا دیده مسئله جدی، فرمودن ولی چرا پس فردا؟ ما آبرو داریم. ما نمیشه این ازدواج و عقد پس فردا و فامیل داریم، آبرو داریم. باید من گفتم نخیر، ما تصمیم گرفتیم که پس فردا. بعد بابا گفت که اگر قرار بود و تصمیمتون گرفتید، البته من گفتم بهشون من دوست دارم که عقدم در خونه پدرم، برای که این رسم ما و اصلا حتی در خونه آقای سر دوست ندارم، ولی هنوز میگم اگر شما اجازه بدی زیر سایه شما و در خونتون این عقد انجام بدی خیلی عالی. خودم تا این لحظه باورم نمیشد که بابا به این سادگی قبول کرده. بعد گفت آمادگی ما داریم. گفتم من همه آمادم، یعنی هیچی نمیخوام و همه چیزی آمادم. به هر حال ولی مسئله اینه بود که من چجور به مصطفی خبر بدم که پس فردا عقد و فامیلم موافقت کرد و نمیخوام از حرفم برگردم که من نمیدونم پدرم نکن برگردی. و در لبنان طوری هستش که یک موقعیتی که خود پسرها وقتی که ازدواج میکنن خودشون باید جهیزیه و اینها رسم نیست، فقط هم مهریه هم جهیزیه هم خونه همه چیز به عهده خانواده پسره و اینا رو خوب خودش رو باید خونه رو آماده بکنه و بعد همسرش رو برداره ببره. حالا شما فکر کنید دکتر توی یک اتاقی توی اون مؤسسه جبل عامل که هم مرکز رزم، مرکز نمیدونم مدیر مؤسسه است، محل یتیمانه، یه اتاق اونجا داره، همون اتاق. هر حد خیلی سخت بود. روز دوم من اینور اینور تو دهات و شهرها تا دنبال مصطفی پیدا کردم و گفتم اصلا خودش باورش نمیشد. گفتم بله اینطور شده، مسئله دیگه قرار بود پس فردا عقد بشی. اون وقت خودم یعنی واقعا یعنی دنبال این امور نبودم. مثلا میدونی اینجا رسم ما که خب کسی که میخواست عقد بکنه یک رسم و رسوم و جشن و این چیزها. بعد من به پدرم گفتم فقط فامیل نزدیک، یعنی خواهر و عمو دایی، فقط فامیل نشه که بعد اونها امور بد میشه، فقط برای عقدی که اونها. مثلا پدرم گفت به من ربط ندارید و خودتون میدونید. ما آمدیم رفتیم پیش مادر خانم و خانمش هم نشسته بود. به مادر خانمش گفتیم که خب مهر چقدر؟ گفت که خواهرش 30,000 لیره لبنانی و اون وقت 30,000 لیره لبنانی در حدود 15,000 دلار اون وقت بود و این دخترم مثل اونه اگه بیشتر نباشه. اومدیم به دکتر خبر دادیم. آی دکتر گفت خب پس مجلس عقدش بکن. گفتم خب آی دکتر مهرش چقدر باشه؟ گفت مهرش 1 لیره لبنانی. قرآن کلام الله مجید، کلام الله مجید و 1 لیره لبنانی. همچی یادم هست لیره لبنانی. گفت برای خاطر اینکه قضیه مادی اگر بخواید باشه. گفتم آی دکتر آخه نمیشه، آخه کلام الله مجید رو سر، اما
خواهر داره، خواهرش عروس شده، یه مهری داشته، ما نمیتونیم این را. گفت من نمیخوام یه کالایی بخرم و بفروشم، من میخوام زن بگیرم و ایمان به این حرفا ندارم. گفتمش آی دکتر قبول دارم، همه زن میگیرن، همه کالا نمیخرن، اما یه عرفی هست. گفت که من نه پول دارم و نه حاضرم که مهر پولی قرار بدم. ما آمدیم رفتیم پیش دکتر، پیش امام موسی صدر. به امام موسی صدر گفتیم که بابا ایشون به من میگه برو خواستگاری بکن اما مهر کلام الله مجید و این نمیشه. ایشون فرمود اگر میتوانی دکتر را قانعش کن که یک مهری بگذاره، حساب پولش نیست، من میدم، اما ایشون قبول بکنه. از نظر فامیل خودشون آماده کردم، پس فردا که شد خب من صبح بلند شدم و رفتم مدرسه که دبیرستان بودم برای تدریس، که مامانم با من صحبت نمی کرد، خیلی عصبانی و اصلا با من صحبت نمی کرد، خواهرم همینطور. بعد خواهرم گفت که شما بعد از ظهر عقدتون چجور میری؟ گفتم برای چی؟ می گفت باید بری برای خودتون آرایش نمیدونم درست کردن. مثلا من تو این عوالم نبودم، گفتن همه چیز آماده. خودم رفتم و ظهر اومدم و همه تو مدرسه میگفتن آخه چرا شما اومدید؟ من گفتم واقعا اینطور برای من بود که مصطفی همینطور من میخواد، یعنی این چیزایی برای من ارزش نداره. قبول کرد یعنی شرایط زندگی دکتر رو حتما خوب درک میکرد که در چه موقعیتی هست. لذا خیلی جالبه مثلا عروسی مثلا ایشون مثلا پنج نفر بودن، شش نفر بودن و خیلی عادی، خیلی یعنی یک مهمونی خیلی عادی بود. فقط اینقدر روحانی و زیبا و قشنگ بود یعنی از وجود خود دکتر که به این خلاصه مجلس خودش رو نقد داده بود. مثلا لباسش مثل همیشه. به هر حال یادم از ما رسم ما بعد از عقدی که باید انگشتر بده داماد، یعنی انگشتر بده. من تو این فکر نبودم علی‌الظاهر مصطفی که وارد شد یک کادو آورد که من رفتم این کادو باز کردم دیدم شمع. کادو برای من برای عقد آورد شمع، برای که من رفتم تون تون قایم کردم و توش نوشته که خیلی زیبا دارم نوشتنش روی این شمع. بعد همه گفتن خواهرام چی آوردی؟ گفتن نه این چیزای بد نشونتون بدن، نمیتونم جلو مردم همی میگین دیوانه داماد اومد برای عروس شمع آورد، یعنی اینا برایشون خیلی قابلی قبول است. دکتر چون سوختن در راه خدا و عشق رو خیلی مقدس میدونست و پروانه رو سمبولی از این سوختن حسابی آورد، میگفت یعنی اگر من میسوزم هر کسی که بخواد، اگر من عاشق خدام باید مثل اون شمع بسوزم در راه هدفم در راه زندگیم و هر کسی که به من نزدیک بشه مثل اون پروانه میشه که پرش بالاخره به این آتش گرفته میشه و میسوزه و این مطلب رو برای خانمش تفهیم میکنه که اگر با من ازدواج بکنیم بالاخره ممکنه بسوزی در این زندگی و ذوب بشی، اگر قبول میکنی بیا. علی کل حال زندگی که این دو همسر که 4.5 سال بیشتر نداشتن با هم دیگه، بیشتر از 4.5 سال نبود، ولی زندگی که ابدی بود.
مسئله خوب اگر من اون وقت اینقدر تو حال خودم بودم، یعنی نمیدونم چرا، خب اگر متوجه میشدم یا مصطفی مثلا بعد به من میگفت چرا نگفتید میرفتیم میخریدیم، یعنی میدونی یعنی چیزی مهم نبود اونه، ولی اینقدر یعنی من و ایشون تو این وادی نبودیم. واقعا بزرگانی مانند دکتر اینها هیچ وقت مال نفس خودشون نبودن و نخواهند بود. مثلا زندگی برایشون یک شکل دیگه داره، یعنی یه دید دیگه داره، برداشتشون یا اینکه هدفشون، اینو میتونیم بگیم، یعنی هدف از زندگی برای بزرگان مثل دکتر خیلی فرق داره با کسانی دیگه. دکتر اینجا هیچی نداشت، یعنی کسی باور میکنه اینجا مثلا سالهای سال زندگی کرد، نه ماشین، نه خونه، نه پول، نه هیچی نداشت. از اینجا هم که رفت به نظر همون لباسایی که تنش بود، هیچی نداشت. حق داشتن که بگن نه، یعنی بعد من الان فکر میکنم برای که مصطفی ظاهر میدونستن، میدونی؟ یعنی یک مردی که پول نداری، زندگی نداری، خونه نداری مثلا، اونا برای زندگی، البته هرکس دکتر چمران نیست که دکتر همه چیز ول میکنی و میری دنبالش. خب همه روحیش و شخصیش برای من روشن بود، یعنی من خب دنبال این مرد میگشتم، دنبال یک روحی بزرگی، روحی که متعلق به امور مادی نبوده. یعنی انسان به جایی میرسد که وجودش در خدا محو میشود، دیگر خود را نمیبیند، خود را فراموش میکند، از خودش اثری نمییابد، همه وجودش او میگردد، همه حیاتش و هستیش خدا میشود.